قشنگیش اینه که پرسپولیسی باشی، سفید و آبی دستش باشه. شالکه برای من یه تیم فوتبال معمولی نیست، مثل رستم و سهراب یه چیز تاریخیه. بچه‌ها با هم دیگه بازی میکنن، ما هم مردا یا خانم‌ها همه خانوادگی میایم اینجا فوتبال نگاه میکنیم. باشگاه شالکه در گلزنکرچن آلمان. با اینکه این تیم در این فصل از لیگ یک به لیگ دو سقوط کرده، اما طرفدارای پروپا قرصی داره. حتی یک فن کلوب هوادارهای ایرانی هم داره. امروز در بازی بین شالکه و کیل تعدادی از طرفدارهای ایرانی دو آتیشه سفید و آبی پوشهای شالکه هم هستند. یکی از اونها راول ناینی است. او حتی اسم خودش را به افتخار یکی از بازیکنان سابق شالکه به راول تغییر داده. راول ناینی ساکن ترکیه است و امروز یکی از آرزوهای خودش رو برآورده کرده تا از نزدیک بازی شالکه رو در استادیوم این تیم ببینه. واقعا خیلی خیلی خوشحالم. دوست داشتم 2010-2011 می اومدم، زمانی که راول اینجا بازی میکرد. همون زمان علی کریمی خود ایران هم همون باز زمانی تو شالکه بود. خیلی دوست داشتم اون موقع بیام، ولی متاسفانه نشد. هر زمانی برای ویزا اقدام کردیم نشد. امیر شریدی نزدیک به 40 ساله که در آلمان زندگی میکنه و کارمند اداره کار در فرانکفورت. او عضو باشگاه و اکثرا بازی ها رو از نزدیک در استادیوم شالکه دنبال میکنه. 5 سال پیش به طور اتفاقی به فکر تأسیس این گروه افتاد. توی سفرهایی که ایران میکردم دیدم که بچه‌هایی که تو ایران زندگی میکنن چقدر اطلاعات زیادی دارن در مورد بوندسلیگای آلمان، ولی برای من خیلی جالب بود که هواداران شالکه در ایران قدمت و تاریخچه این باشگاه رو میشناسن و فقط برای خاطر یه چیز خیلی جزئی و سطحی نیومدن، برای خاطر فقط برد یک بازی بیان هوادار بشن. این منو به قول معروف خیلی تشویق کرد بتونم یه عده‌ای رو با هم دیگه وصل کنم و یه گروهی رو تشکیل بدیم که اطلاعات فوتبالی رو بین همدیگه رد و بدل کنیم. آمار دقیقی در دسترس نیست، اما امیر شریلی حدس میزنه که حدوداً 2000 هوادار شالکه در داخل ایران هستند. اینا لباسای شالکه، تیمی که خب مدت هاست طرفدارشم. امیدوارم به روزای خوبش برگرده. لیبه شالکه فنس ایم ایران، herzlichen Dank für eure Unterstützung, für euren Support. به شالکه برمیگردیم. دیگه بازی داشت شروع میشد. قطعاً 3-1 یا 2-1 شالکه میزنه. به ما اجازه فیلمبرداری در داخل استادیوم رو ندادن، اما راول ناینی برای ما فیلم و عکس فرستاد. او بالاخره به آرزویش رسید. با اینکه بازی به نفع شالکه تموم نشد و شالکه 2-0 به حریفش باخت. متاسفانه همونجوری که دیدی دقیقه 30 اخراج تو نیمه اول واقعا خیلی سخته. تیم اصلا میپاشه. اصلا اون شالکه که فکر کنم نبود. اصلا یعنی آخرین بازی که 3 هفته پیش جام حذفی بازی کردن، من فکر کردم امروز بیایم حداقل 3-4 تا گل ببینیم. ولی برای من خیلی عالی بود. تجربه واقعا بی‌نظیر بود. همونجوری که حدس می‌زدم جو و اتمسفر ورزشگاه بی‌نظیره. یعنی نداریم نمونه‌شا. و همین الان داشتم پلن بازی بعدی که کی بیام، چه بازی مهمی باشه، برمی‌ریزم که سفر بعدی بیام ان شاءالله مجدد از آلانیا ترکیه به گلزنکرچن. و هیچ دیگه، عشق به فوتبال و برد و باختم که همیشه هست، مهم نیستش.